بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. از ساعت چند اینجا هستی؟ از ساعت 11 10 9 8. اگر یک ملتی مقاوم نباشد، استقامت نداشته باشد، همه ملت را با دارایی‌هاش یکتا قورت میدن، یه لیوان آب هم روش میخورن. بعضی از این احمقهای اطراف ما هم ملت ایران درسی به اونها داد که تا ابد فراموش نخواهند کرد، حالا که پشم و پیل همشون ریخته است. شما الان نمیتونید آب بینی خودتون رو بالا بکشید؟ آب و بریز همونجا که میسوزه. اون ممه رو لولو برد. بعضی ها هستن این حرفا رو میزنی تمسخر میکنن، برای اینکه اینها دلشون از ایمان خالی است. قیافه روشن فکری میگیرن، به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن. شما از میخوام چیه؟ چی هستی؟ چیه؟ کی هستی؟ دهاته چه رفتی توی؟ مدعی هستید مدیریت جهان دست شماست و شما کشورها رو منزوی میکنید و میخواد دنیا رو اداره کنید و امنیت برپا کنید. همش کش که طرف راه میرفت و گفت اول قدرت قدر قدرت بایزه کی. آقای سارکوزی و آقای بران فعلی برای ما مهم نیستن. به نظرم آقای سارکوزی هم اسیر این وزیر خارجه شه. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه مسائل جهان رو بذاریم رو میز. بگم آقای اوباما شما تازه از راه رسیدی، یه مقدار صبر کن تا عرقت خشک بشه، یه مقدار سرد و گرم رو بچش. گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلفت‌تر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو که جای خود داری. من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم. در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن. بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. بدخواهان بدانن اگر بخواهن به حقوق ملت ایران تعدی بکنن، ملت ایران با چاقوی زنجان پا و دست اونها رو قلم خواهد کرد. آقا بیانیه نوروزی داده است. خیلی ممنون. چخساغل بیانیه بریبسن. تحریم ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه از سفر کنید به ایران یا تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمندی. آدم گلفتی. آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. آیا ملت ایران حاضر است از خواست مسلم خود در موضوع هسته‌ای عقب نشینی کند؟ من برگشتم رو به او گفتم آقای محترم ناچ. راستش اگر که این ملاحظات دیپلماسی نبود باید از اینا تشکر میکردیم، میگفتیم خیلی ممنون، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خدا اونها رو از کسانی قرار داده است دقیقا همون کاری رو میکنن که ما میخوایم. آقای مرتضوی ببین، باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. بعد بحث میکنن آقای فاضل لاریجانی اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه. اول که انکار میکردن، میگفتن اصلا وجود نداره تحریم. چی اصلا تحریمی وجود نداره، مشکل داخلی است. بعد که دیدم بابا نه بابا هست، بالاخره دشمنی هست، فلانی هست، داخلی هست، خارجی هست، میگن نه حالا مقصرش خود دولت هست.
ما موضعمون سکوته، اما اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. بعضیا رو این گشت ارشاد خیلی جفسازی کرد، گرچه من نظرم رو دادم، نامه هم دادم به وزیر کشور. من اعتقاد ندارم مسائل فرهنگی از طریق انتظامی قابل مدیریت. من نمیخوام وارد بحث مذاکرات هستی، اونا مسئول داره خودشون میدونن، اونا بالاخره ممکنه راه های مختلفی باشه، چون راه های بهتری هم باشن، من اونجا کاری به اون ندارم، دخالتی هم ندارم. ایشون همه قوت های این دولت و برادر کوچکش احمدی نژاد را دارد و نقاط قوت برجسته ای علاقه بر اون دارد، کاملتر از اون و بالاتر از اون. مشرافی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشرافی. ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم، در خرمن سیاه هریمن سیاوشیم، در انتظار رؤیت آن مهر آخرین، در مجمر سپیده سپندی بر آتشیم. دفتر ما خونه اون آماده شده، داریم اساس کشی میکنیم، ما اساس کشی داریم میکنیم همون خونه خودمون نارمک. همه تون مهمون من بیاد اونجا. مشکلی نیست، در ایران خیلی عادیه، ایران کشور آزادی است، همه حق دارن صحبت کنن، اظهار نظر کنن. تعجب میکنم بی بی سی فارسی اینقدر حساسیت نشون میده به یه مسئله کوچیک در ایران.